مورد دیگر جریر ابن عبدالله است. داستانش رو من فقط خلاصه عرض بکنم و بعد برگردم به سندی که برای جریر داریم. علی زمانی که وارد کوفه شد، پیام رسانی به نام جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته که شما برو به طرف معاویه. ایشون میره و سعی میکنه با معاویه گفتگو بکنه که از این دست جنگ ها بردارید، به سراغ نزاع نباشید و بیایید و صلح بکنید. معاویه پاسخ نمیده و جریر رو حدوداً 4 ماه معطل نگه میده. در کوفه مالک اشتر، یعنی همون کسی که دیدید دیگه اوصافش تو این فضا در ایجاد جنب ترور وحشت و اینها چقدر نقش داشت و اون توطئه پشت پرده در جمل، دائم به علی فشار میاره که بابا این جریر آدمی نیستش که مناسب باشه. رفته با معاویه داره صلح میکنه، گفتگو میکنه تا یک مفری پیدا بکنه، چون میدونستید اگر صلح میشد همین مالک اشتر و نزدیکان او متهم بودن، کما که در داستان جنگ جمل خواندیم این رو. بنابراین دائما در حال تحریک علی بود، مبنی بر اینکه یا جریر رو بخوان منو بفرست یا اینکه حمله کنیم به طرف معاویه و دیگه اینقدر معطل نکنیم. در نهایت علی در یک نامه‌ای به جریر میگه یا بیعت معاویه رو بگیر یا برگرد. جریر بن عبدالله برمیگرده. زمانی که برمیگرده بین او و مالک اشتر نزاع میشه، چون مالک میدونست او دنبال فیصله دادن جریان و این فیصله دادن جریان به ضرر مالک اشتر و نزدیکان اوست که اون جنگ افروزی رو بر علیه عثمان داشتن. بین مالک اشتر و جریر یا جرایر فرق نمیکنه، داستانه نوشتاری و نگارشی به گومگو رفت و جریر ابن عبدالله رها میکنه فضای کوفه رو. میگه آقا من دیگه از این دعوایی که شما با هم دارید و دوباره جنگ افروزی هستی کنار میکشم، میرم جای دیگه. حالا علی با او چه میکنه؟ همین مسئله رو نصر ابن مزاحم انقری آورد. علی به خانه جریر تاخت و پاره ای از آن را ویران کرد و مجلس او را بسوزانید، یعنی رفت خونش آتیش زد. کسی که آمد بعدی دوروبر علی همین کودتاچیان و اینا هستن که نمیخوان صلح بشه، میخوان جنگ بشه. و بعد علی او رو متهم کرده که تو کاهلی کردی. حالا این آقا رفته، علی به خانه او هم رحم نمیکنه. یعنی شما اگر میبینید جمهوری اسلامی اموال مصادره میکنه، برای اینی که مصادره اموال مردم به نفعش تا آتیش زدنش. شما دیدید چند وقت قبل، چون یکی از دوستان تو این ایمیل ها نوشته بود یکی از کارهایی که شما انجام میدید و خیلی خوبه تطبیق حکومت علی با حکومت سید علی است، یعنی یک پلی میان کوفه سالهای 36-37 با امروز ایران. شما عرض کردم شما هر کاری که رژیم انجام میده به ما بگید، ما نمونه علوی نبوی و قرآنیشو خدمت شما عرضه بکنیم با اسناد خودشون. البته زمانی که آقای علی کریمی آمد و بر علیه رژیم یه حرفایی زد، شروع کردن مصادره کردن اموالشون. یه دی میگن بابا چی کار داریم مثلا به اموالشون. نمونه ها اینجاست، یعنی اینها اگر اموال این افراد رو آتش هم بزنن باز کار علوی انجام دادن، اما صلاحشون در این که کارخونه های مردم رو بگیریم. به حال درآمد خودمون میشه دیگه، میریم به آقای صدیقی، میریم به اون امام جمعه، دیگران زحمت کشیدن چیزی ساختن، کارخونه ای انبادی رو ایجاد کردن، ما میگیریم مصادره میکنیم. برای اینکه یک حالت خوبی هم داشته باشه اسمش میشه بنیاد مستضعفان. مال مردم رو بگیریم بزنیم تو بنیاد مستضعفان، مسئولش کیه؟ خودمون. بیاد میدیم به افراد دور و بر خودمون، از نظامیان گرفته گروه های دیگه گرفته. همین وضعیت در گذشته هم بود، اونا هم اموال مردم رو میگرفت. رضا شاه از 44000 فقره سند فقط از آبادیا گرفته بود، بعدا پسر گرامیشون رو تبدیل کرده بنیاد پهلوی. یعنی مشکل یکی دوتا نیست، یک نامی ساخته میشه بنیاد پهلوی، بعد تبدیل میشه بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، هر چیزی که بگی نام یه امامی هم روش میذاره. اما مال مردم، زحمت کشیده های مردم، یکی میره زمین های مردم رو غصب میکنه، یکی کارخونه های مردم رو غصب میکنه، هر چیزی براشون خوبه دیگه. چرا؟ چون با ما نیستن، مخالف ما. مگه آقای علی کریمی اصلا دستش بود؟ با شما مخالف.
ما تحمل نمی کنیم انبارش رو بگیریم. آیا علی دایی با ما نیست اما زن و بچه‌ش رو میتونیم بگیریم که تحت فشار بذاریم. شما ببینید در درون جمهوری اسلامی نگاه کنید چقدر به زن و بچه‌های مردم فشارهای سیاسی آوردن. پدری حالا سیاسی بوده، یه گرایش حالا دینی داشته یا هر چیزی، بهایی بوده، یهودی بوده، چه بر سر زن و بچه‌هاشون آوردن. چقدر از اینها رو از دانشگاه اخراج کردن اون انقلاب فرهنگی؟ کسیشون فیلسوف مآب هم هست، های عبدالکریم سروش و صادق زیبا کلام ها و خیلی های دیگر که دون انقلاب فرهنگی رو اینا بودن. چون با ما نیستن. اینا چپی هن، اونا مجاهدن، اونا راستی هن، اونا بالایی هن، اینا پایینی هن. اینا دل در گروه غرب دارن. احمد خمینی کتاب 25 سال در ایران چه گذشت، اون زمان که ما تو ایران بودیم نزدیک 10-11 جلدش آمده بود. در یکی از این مجلداتش میگفت ما رفتیم خدمت امام، گفتیم آقا اینا یه سری دانشجوهایی هستن که نزدیک درسشون تموم شه، اجازه بدید درسشون تموم شه. گفت نخیر، باید برم بیرون. یعنی فاقد شخصیت حقوقی میشی در درون رژیم های ترور. چه علویش چه جمهوری اسلامیش، با ولی فقیه نباشی اموال شما رو میتونن مصادره بکنن، زن و بچه شما رو بگیرن، تهدیدتون بکنن، خانه‌تون هم آتش بزنن، همینجوری که شما دارید میگید. خب ادامه بدیم. خانه جلیل بیچاره چه کرده؟ بوزرعت ابن عمر پیش آمد و گفت خدا حالت را نیکو بدارد. داره به علی میگه در این ناحیه جز جریر دیگران نیز زمین باشه. میگه آقا اینجایی که تو این همه داری آتیش میزنی فقط که مال جریر نیست، بابا ما هم هستیم، آتش زدن تو به ما هم داره خسارت وارد میکنه. پس علی از آنجا به خانه سویر ابن عامر تاخت و آن را بسوزانید و ویران کرد. یعنی علاوه بر خانه جریر، سویر ابن عامر هم خونش توسط علی ابن ابی طالب خراب شد، آتش گرفت. خب شما من پاسخ بدید، آیا جریر شمشیر بر علی برداشت؟ آیا حنظلت ابن ربی شمشیر برداشت؟ حالا بعد ادامه داده ها، یعنی چند مورد دیگر هم خواهیم خوان تا نشان بدیم وقتی صحبت از حکومت ترور میکنی در اون حکومت اصلا مهم نیست شما شمشیر به دست گرفته باشی، مخالف سیاست های رژیم هم باشی بر سر شما خواهد. خب اینو نصف در صفحه 92 آورده. آیه رسول جعفریان هم به این مسئله اشاره میکنه که اینم به عنوان آخرین نکته بهش بپردازیم. خب جریر کوفه را به قصد قلقیسیا ترک کرد در حالی که عده زیادی از بجیله همراهش رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. اینو داره یه آخوندی میگه که در دانشگاه‌های ایران داره درس تاریخ اسلام میده، در صفحه 279 خودش آورده. پس بحث ما بحث عداوت و کینه نیست، بحث ما اینه که حکومت علی رو برای امروز توصیه نکنیم، یا به جمهوری اسلامی نگید مثل علی باش. نه، هر دوی اینها یه آبشخور رو دارن. ما در آینده وارد جزئیات بیشتری خواهیم شد، نگاهی به قبایلی میاندازیم که با تهدید علی کوفه را ترک کردن، نه فقط اشخاص، قبایل. و این بحث ادامه خواهیم داد تا تبیینی بشه برای حکومت ترور و حکومت وحش.